علی عطشانی، کارگردانی ایرانی با 35 سال سن که ساخت اولین فیلم سه‌بعدی ایران رو به نام خودش ثبت کرد. همه این انگیزه رو داشتن که دارن توی اولین فیلم سه‌بعدی تاریخ سینما ایران کار میکنن و انرژی گذاشتن، از مدیر فیلم برداریمون گرفته، تدوینگرمون گرفته، همه سعی کردن که این اتفاق به نحو خوبی بیفته. تجربه ساخت اولین فیلم سه‌بعدی دستاوردهای خوبی برای سینمای ایران داشت. ما این کار رو با یک دستگاه 3D ریگی انجام دادیم که ساخت خود بچه های خودمونه. فرمولی که ما الان فیلممون رو سه‌بعدی کردیم فرمول کاملا منحصر به فرده. ببین اینا چیزای خیلی ارزشمندیه، کسی که اهل فن باشه میفهمه چه اتفاق بزرگی افتاده براش. اولین فیلم سه‌بعدی ایران بعد از گذروندن مراحل طولانی تولید در آخرین روزهای باقی مونده از فرصت جشنواره فیلم فجر تونست به جمع فیلم‌های این رویداد بین المللی راه پیدا کنه. این چهارمین ساله که فیلم دارم توی جشنواره. تو سه دوره گذشته فیلم داشتم. شاید دوره‌های قبلی دغدغه‌ام خیلی بیشتر بود، اینکه وای دیده بشه، وای جایزه ببریم نبریم. برای این کار زیاد الان به این چیزا فکر نمی کنم، چون به نظرم انقدر خود کاره کار بزرگی هست تو اشد خودش که فقط دیده شدنش برام اهمیت داره. علی عطشانی نام فیلمش رو آقای الف گذاشته. داستان فیلم زندگی مهندس جوانی رو روایت میکنه که با فهمیدن لحظه دقیق مرگش ماجراهای کمدی خلق میکنه. پوریا پورسرخ نقش اولین فیلم سه‌بعدی ایران رو بازی کرده. به سلامتی تازه معلوم شدی؟ بله بله. نه خیلی، یعنی فکر میکنم اینجوری که بوش میاد قراره انشالله به زودی بمیره. تمام سینماهای ایران تنها با تعویض یک پرده نمایش امکان اکران این فیلم رو دارن. عینک‌های سه‌بعدی ویژه نمایش آقای الف هم تهیه شده.